خب بنده های عزیز، بازم شما رو خوش آمدید میگم و در برنامه با ما عبدالخالق و عبدالمتین جان با ما هستن که واقعا استعداد خیلی خاص را دارن. در نخست شما رو خوش آمدید میگم، صبح هر دیتون بخیر. شما و صبح بینی حالیتون سلامت باشین، زنده باشین. خب تا جایی که ما معلومات داریم دیروز یک کنفرانس داشتیم، میخوایم که روی از اونها زیادتر صحبت داشته باشیم و ما شما در برنامه های گذشته هم نیز با خود داشتیم که یکی از فعالیت شما گواره و همچنان الماری بوده که تصاویر شما به دوست صحبه نشر گذاشتیم و قراره که شما بیاین به برنامه ما. امروز هم ما یکی از ویدیوهای شما رو داشتیم که تقدیم کردیم به دوستا که نمایش بوده. فکر کنم میشه روی نمایش تونه که مگه صحبت بکنید توی که معلومات دوستا هم زیاد شده. تشکر. نباشین، دیروز یک کنفرانسی داشتیم برنامه نقش جوانان مختلی در پیشرفت و ترقی افغانستان که خوشبختانه به موفقیت به پایان یافت و برای یک روز بود. در این کنفرانس هم ما در پایان یک کنفرانس یک نمایشگاه دارید کرده بودیم. هدف از این نمایشگاه این بود که کسانی که دست هنری دارن یا هم آثار هنری دارن در این نمایشگاه به نمایش گذاشتن و کسانی هم که نوآوری کرده و نیای اختراعی داشتن رنگ نخلی اینو هم به نمایش در این کنفرانس گذاشته بودن که خوشبختانه مورد پسند و مورد استقبال همه مواجه شد و خیلی کسا از دیدن کردن و در کنفرانس زیاد وقت من با شما هم بسیار جای افتخار بود دیگه. دقیقاً حضور هر یکشون افتخار بزرگ بله 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 دقیقاً. و عبدالمتین جان هم فکر کنم دوست صمیمی شما هست. دقیقاً. خب عبدالمتین جان، میشه شما روی کارهایتون صحبت بکنید؟ خب قسمی که ما گفتیم تمام امی خلاقیت ها و نوآوری هایی که داخل جامعه است ما میخواییم از طریق امی گروپ جمع کنیم. فعلا که در کابل حضور دارن بعضی از کسا و ما میخواییم که در تمام ولایت افغانستان چی مخترین است، چی استعدادهای جوان است که میخواییم نقش در تغییر جامعه، اصلاح جامعه داشته باشن، اینا را با خود داشته باشیم. و قسمی که خالق جان هم یادواری کردن، دیروز ما یک کنفرانس داشتیم تحت عنوان نخستین کنفرانس جوانان مختلف افغانستان که اولین بپیشینه ترین کنفرانسی بوده که در این عرصه به وجود آمده که قبلا هیچ یک گروه مجتمعی نبوده تا این که ثبت جوانان مختلف باشه. فقط این گروه کار خود از همین جا آغاز کرده، انشاءالله با آینده ها و قله های بعدی خواهد رسید که ما در نظر داریم که قسمی گفتم از اولاد دیگر هم جذب کنیم. همچون مختلیان بسیار خوبه از اون داره. بسیار خوب. خب خالق جان، البته کنفرانس دیروزتان تنها نمایش گواره و الماریتون فکر کنم نبود، بسیار چیزهای دیگه هم بود. میشه یادآور شوین چی چیزهای دیگه بود که نوآوری کرده بودین و به نمایش گذاشتین؟ بسیار خوشبختانه علی عمر رو که امی یک گهاری برقی بود که الماری برقی که دستار دارم و دوگر نمایش داده شد. و ضمن یک از دوستای دیگر ما که حضور پیدا کردن قلم چرنکی بود، جنراتوری بود که بسینه و برق تولید میکرد و همچنان خیلی چیز دیگه بود. خب امی اندکش دیگه فیلم بایدمان که خودم بین کرده بودن و در کنار از این هم نیستی فیلسکو شغلده منتظش برمراوان کرده بودن و آثار داشتن برنامه گذاشته بودن که خوشبختانه که دیگه اونریان داشت. بسیار خوب. آیا تقدیر هم شدین؟ دقیقاً. خب تشکر خاص از تمام کسان ویژه از رای فرمولی و این تعلیمات تکنیکی مثل که اون که در کنفرانس حضور پیدا کردن، آقای کمال سرای کرمانیشون فرستادن که متاسفانه خودشون حضور پیدا کردن نتونستن که اینها یک تقدیرنامه داشتیم مستقل از طرف مونیت تعلیمات تکنیکی از طرف مونیت جوانان که به خاطر همین کسایی که نوآوری کرده بودن و خلاقیت به یک نحوی انجام داده بودن تفیض شد و یک تقدیرنامه هم همچنان از دانشگاه رنو، نهاد جوانان مختلف افغانستان و مونیت تعلیمات تکنیکی با هم مشترک دادن. این در کل دو تقدیرنامه. خیلی دیگه از طرف پانتون ما یک چیز گرفتین. خب بسیار خب، خوشحال شدیم از اینکه واقعا خیلی دستاوردهای زیادی داشتین. میشه روی صحبت بکنین که شما در آینده ها چه هدف هایی دارین؟ آیا باسم شما هر دیتون تصمیم دارین همچون کنفرانس های بگیرین روی دستاوردهای جدیدتان در آینده؟ البته میرم به ما متین جان میگه. در زمین گپ شما قسمی که معلوم است ما یک گروه نیستیم که خفتبار باشیم همیشه. یعنی این کنفرانس با ما یزی باشه که خلاص شد، اگر کنفرانس دیگه نمیخواییم که ادامه نمیدیم، ولی نه خیر، ما داینده ها بسیار
برنامه های وسیع داریم، بخصوص میخواییم در ولایت ها کنفرانس برگزار کنیم تا اینکه مردم واقعا تمام ملت افغانستان آشنا شوند که همچنین مختاریان در جهان در افغانستان حضور دارند که ما امیدوار با آینده افغانستان هستیم و ما امید افغانستان هستیم که میتونیم افغانستان به سوی پیشرفت و ترقی و توسعه سوق بدهیم، بخصوص در رسی تکنولوژی که امروز تمام جهان در اساس بر اساس تکنولوژی پیش میره و فعلا افغانستان لحاظ تکنولوژی وابسته به کشورهای دیگر است. قسمی که ما در نظر داریم تا اینکه افغانستان آهسته 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 با جمهوری مخترین دقلای بلند از جهان برسانیم و با اختراعات گوناگون و مختلف که از خود جنابای عزیز و یا هم مخترین دیگر به نشر میدست یا تهیه میشه و جامعه تقدیم میشه، از این لحاظ ما کوشش میکنیم که برنامه های بعدی خود در ولایت داشته باشیم و چندین کنفرانس داخل کابل اولا حضور خودمون باید به جامعه نشان بدیم، بعد از اینکه حضور خود به جامعه نشان دادیم بعد میریم به سمت ولایت و در خود ولایت هم ما باید توانایی داشته باشیم که جذب مخترین داشته باشیم و ما در از دولت خود خواهش همی داریم تا که در رسی امنیت ما یک ذره فکر و توجه داشته باشند تا اینکه شما میدانید و تمام کسا میدانند که همه مخترین خیلی مخالفت های سخت داره در جامعه افغانستان، مثل از اینکه ما خودم شاید از این بودیم که یک نفر از دوستای ما اینجا یک چیز به نام فیزیک اتمی میگه رو خوانده بود در کشور فرانسه دیپلم مستری شده داشت وقتی داخل افغانستان آمد و با وزارت اطلاعات فرهنگ و تمام ارگان های دولتی مراجعه کرد و نتونستن که برازی کنم کمک کنن و حتی میخواد فقط یک 8 نفر یا 9 نفر تدریس کنه و همین قدر هم اجازه برش ندادن تا اینکه ما یک امیدوار انتمی به افغانستان باشیم و بالاخره از روسیه برش یک پیشنهاد آمد و فعلا در روسیه اونجا کار میکنه در بخش اتم فیزیک اتم این چیزایش و ما خواهان دولت هستیم تا ما را تقویت کنند تا ما را ارجحیت بخشند و تا که بتونیم پیشرفت داشته باشیم. انشالله ما هم دعا میکنیم برتان که بیشتر از این پیشرفت بکنیم و فعالیت داشته باشیم. قسمی که شما هم همه سوال ما جواب دادین که گفتین که دولت ها هم بعد از این میتونن که فعالیت داشته باشن، من میخواستم این سوال بکنم از خالق جان. ولی شما خوشبختانه که جوابش برام دادین. خب من میخوام سوال بکنم، زمانی که شما این کنفرانس رو به پیش بردین و تشریح کردین در مقابل شما روی دوستایتون سنفیایتون و یک کسایی که در اطراف شما هست چگونه بوده؟ آیا شما تشویق کرد؟ چی گفت به شما؟ دقیقاً زمانی که ما حرف از کنفرانس رو میگفتیم خب هم نموجگار یک چیز جدید بود برای همه، یک چیزی بود تنوز نایده بودن، تنوز هم دقیقاً به اتفاق در کابل نفیده بود و نه تنها دوستایم با کسایی که در تیم کار میکنیم، کسانی که باشون ارتباط داریم، شنده که از اطلاع برشان میدستان داریم تا کزیل پیدا کنن، مقامای دولتی که ازشون دعوت میکردیم خیلی استقبال میکردن و امیدوار بودن میفتن که کار خوب است و انشالله که موفق میشه. بسیار خوب، واقعا تشکر از همشون، کسانی که حضور پیدا کردن، کسانی که تشویق ما کردن، خیلی تشکرش. سلامت باشین، انشالله که در کنفرانس های بعدی تان باز ما هم اشتراک خواهد کردم. انشالله که شما هم بیشتر از این پیشرفت بکنین و انشالله روزی بیه که همه مردم ما از دست آورده خود افغانی‌ها ما استفاده بکنن، مثل که شما گوارا ساختن الماری و بعد چیزهای دیگه، نه اینکه مواد که شما میخواین از خارج به شما استفاده بکنن، بلکه مثل برادرای خیلی عزیز ما خالق جان و تمیم جان چیزهایی را میسازن که شما هم از اون استفاده بکنین. ما پیشتر هم یک مثال کوتاه برشان دادم که یک گوارا ساختین و به مشکل همه مادرای عزیز شما حل کردین، سمال که طفلاش گریه میکنن ساکت در برق میتنن، فرد مثال اونا شور میخورن و طفلشان آرام میشه. ولی یک سوال، خب اگر برق نباشن باز چطور کنن؟ خب اگر برق نباشن میتونن از بیدری استفاده کنن. خب بیدری هم میدن کنن، برق سی و دی سی استفاده کنن. خب بعضی هم بعد از این شما چیز هدف دارین چیز بسازن که نینی تنها برقی نباشه، چیزی باشه که فرد مثال بعضی چیزهای حالا هست که حتی بالتی از بالتی میشه استفاده کرد، تنها بالتی خود البته استفاده کرد، مثل که با رادیو چیزهای دیگه ریموت استفاده میکنه برای اون استفاده بکنه میشه. در جاهای ولایت ها هست که برق نیست و خدر، حتی حالا هم در افغانستان هم حتی هم یک شب بعدش هم درست برق نیست قسمی که ما شما میفهمین. خب بعضی هم چه تصمیم شما داریم؟
خب شش هاش ماین نباید باشه که از برق جدا باشه، از برق جدا باشه، از برق جدا باشه. مثلا ما که برنامه تیم خودی مجبور بگوییم مثلا زمین میز ما میتونیم که هم چاکی استفاده کنیم بدون برق، هم چاکی استفاده کنیم، هم میز غذا خوری استفاده کنیم، هم قاطش کنیم جای دیگه بانی میشه. بسیار خوب، خیلی دیگه دیگه مالک رو ما نخواهیم مجبور که کمک معلومات زیاد بدی دوباره خوب اینی بخیر یکی این پروژه رو بخیر دیگه یک سی پروژه است بخیر بود بسالا این دکه با اکادمی تبیه منم که بود برگشتم بودی دوستا میفهم بسالا خیلی نمی که باز نقل نکنم. خب بسیار خب تمیم جان و خالق جان سپاسگزار هستیم از هر دوی شما که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه آمدین و به سوالای همه دوستا شما گفتین و در اخیر میخوایم که پیام هر دوی شما رو به خود داشته باشین. اولا خالق جان تشکر خیلی زیاد جا داره که تشکری ویژه از شما کنیم امی که دعوت کردین دقیقا یک جلد توجه نشان دادین که توجه کردین به کنفرانس و یک تشویق بزرگ کردین. خیلی ممنون، خیلی تشکر از کسانی که در این کنفرانس حضور پیدا کردن و خیلی تشکر از جامعه رسانه‌ای که یا هم از خانه رسانه‌ای افغانستان که همیشه در هر روزگاه امروی جوانان میباشن سال جانان رو میخوان انعکاس بدن و خیلی تشکر از شما بازم. تشکر از شما که قدر زحمت میکشین و فعالیت دارید و حال هم متین جان تشکر از شما اولا که ما رو در برنامه تون کوچک نوازی کردین و ما سلامت باشین دعوت کردین و بعدا تشکر از تمام کسانی که بخصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ معاونیت جوانان که ما رو در جاستا پانتون رانا که ما رو در جاستا کمک کردن تا ما تونستیم چمچین کنفرانس برگزار داشته باشیم اونم در جامعه مثل افغانستان. و بعد پیام به تمام جوانان همین پیام دارم که همیشه باید شما کوشش کنین مطالعه داشته باشین در راستای هر راستی که شوق دارین در اون راستا کوشش کنین مطالعه و کوشش های فراوان داشته باشین تا به خواست های بلندتان برسین و ما تمام جوانان باید در عرصه افغانستان تغییر وارد کنیم در تمام عرصه های افغانستان و این مهم نیست که مخترع باشیم و یا که یا یک شخص عادی باشیم و یا که دکتر باشیم، انجینیر باشیم، سیاستمدار باشیم، این کافی است که در تمام رشته های خود ما کوشش خلاقیت جدید را برپا کنیم تا اینکه بتونیم افغانستان را به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدیم. و پیام می بود به جوانان که هیچ گاهی از کوشش باز دست باز ندارم. سلامت باشین، تشکر، سپاسگزار هستم شما. تشکر شما. تشکر. همچنان تشکر شما. گرد با هم لارس و لن به دمه و خوال دمی رو سخه کوی سندر دل و تمیلی سندر اقا با هم پگر سر یوزه و رو آبیرت برگرز و خبرامه تا در چکمه برخده و بیاغمه خیلی تسته ویمه.